ماه شما. الان شروع کنم؟ خیلی خوب، الان شروع میکنم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. واقعیتش دلم تنگ شده بود براتون، خواستم یک صحبت روبرو داشته باشیم، یه مقداری از حال هم دیگه خبردار بشم. امیدوارم حال شما خوب باشه. حال منم بسیار خوبه، بسیار بسیار خوبه و در خدمت شما هستم که هر آنچه که دوست دارید بپرسید. یک فرصت محدود داریم، یک ساعته، سعی میکنم جواب بدم بهتون. زمین بسیار سپاسگزارم. ظرف این مدت گذشته، ظرف یک دو هفته گذشته، اینقدر پیام های زیبای شما رو دریافت کردم برای تولدم، تولد 70 سالگی. بسیار ممنونم، سپاسگزارم که اینقدر به خوانندتون لطف دارید. به خوانندتون که چه عرض کنم، به رفیقتون لطف دارید و امیدوارم سالهای سال من تولد شما رو تبریک بگم. بازم ممنون و سپاسگزارم. آره بیجون، ما باید یکم الان این سوالها رو خوندن یکم سخته. ما باید یکم بیشتر با دوستان صحبت کنیم. بچه ها دارن سوالها رو می نویسن. حالا می خواهیم یکم بیشتر درباره همین تکنولوژی که امروز داریم، نظرتون مثلا درباره این تکنولوژی چیه که می تونیم با مردم صحبت بکنیم کلن؟ تا همین الان بیجون 18,000 نفر آلردی آنلاینه. خیلی خوب، با که به هر 18,000 نفر سعی میکنیم جواب بدیم. ولی به هر حال چه تکنولوژی زیبایی است. الان برنا جون گفت بسیار تکنولوژی زیبایی است. من زیاد خبر نداشتم از این تکنولوژی. یکی از دوستان اینجا از ما پرسیدن، مهدی فاتحی، که با سیاوش قمیشی کار میکنید؟ والا بستگی داره به اینکه چه فرصتی پیدا بکنیم. البته سیاوش رو من کارهاش رو بی نهایت دوست دارم. سیاوش یکی از آهنگسازان است که میتونم بگم دارای هیت‌های بسیار بسیار زیادی است. ولی خب متاسفانه هم ایشون گرفتار هستن، هم خودم مقداری گرفتار هستم، فرصتش نمیشه. ولی اگه فرصت بشه حتما با کمال میل. دوستمون آریا 40 CI گفته آقا آلبوم جدید، یعنی آلبوم جدید، آلبوم جدید رو الان میتونم یک مقطع زمانی بگم که چه حاضر میشه. برای که آلبوم وقتی شروع میشه واقعا هیچ وقتی براش نمیشه تعیین کرد که مثلا امسال شروع بکنی سال بعد در فلان تاریخ تموم میشه. خیلی مشکل این کار. ولی الان که آلبوم تموم شده و میتونم بگم 90-95% تموم شده، انشالله به امید خدا بین یک ماه و نیم تا دو ماه دیگه آلبوم در دست شما خواهد رسید. دوستمون امیر آندرلاین 2541 گفتن ایوی جون لاغر شدی. تمام سعیمو دارم میکنم لاغر بشم. امیدوارم این لاغری رو، برای اینکه چاق میشی میگن ابی چقدر چاق شده، لاغر میشی میگن ابی چقدر لاغر شده، مریض شاید. ولی نه، من الان که دو ماه تمام سعیم رو دارم میکنم که بتونم یک وزن متناسب داشته باشم با خودم. هنوزم فکر میکنم 7-10 کیلو جا دارم که اون هم بعد به امید خدا اون هم بعد آب بشه و بره. مهتاب فتاح‌زاده نوشتن درباره پروژه‌ای که همیشه صحبت می‌کردید میشه بیشتر برامون توضیح بدین؟ منظورم دقیقاً از پروژه‌ها نمی‌دونم چه پروژه‌ای هست. شاید مثلا توی مصاحبه‌های قبلیتون به صحبت کردین درباره پروژه‌ای که داشتین برای
خواننده‌های دیگه شاید منظور بله مسلماً من هنوز که هنوز رو اون پروژه که دلم میخواد با خواننده‌های جوان کار بکنم هستم، یه مقداری مشکله برای این که استعدادهایی که در مملکتمون هستن که بی نهایت زیادن، خوانندگان جوانی که چه خانوم چه آقا میخونن اکثرشون اونجاست و اگر بخوایم کسی خارج از کشور خیلی کم پیدا میشه، خارج از کشور که خیلی کم پیدا میشه. ببخشید یک لحظه. ببین جان دوستان درخواست میکنن که یکم بلندتر صحبت کنید. نه اونو که نمیشنم، اونو داریم جدا چیز رکورد میکنم. این داره بس رکورد میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. برای تو اینجا بودم که اگر واقعا میتونستم در ایران باشم یه مقداری کار بسیار بسیار ساده تر می شد، ولی در خارج از کشور یه مقدار این کار فعلا سخته. امیدوارم روزی برسه که این کار رو بتونیم بکنیم. یکی از کارهایی که خیلی دوست داشتم انجام بدم و فکر می کنم الان دیگه موقعیت خوبی است، ایجاد یک خیریه هست. به قول معروف خیریه ای که چیز نداره، یک کلمه قشنگی داشت، نان پروفیت چریتی، مؤسسه غیر انتفاعی. بله این خیریه کارش فقط اینه که بتونه آرزوهای بچه های فارسی زبان رو که میتونیم بگیم الان در همه جای دنیا فارسی زبان ما داریم، در واقع بغیر از مثلا فارس کنید افغانستان، تاجیکستان، همه جا داریم، که ما بتونیم آرزوهای این بچه ها رو تا اونجایی که میتونیم برآورده بکنیم. من با مثال یک بچه دوست داره فوتبالیست مورد علاقه شو ببینه، یا هزار تا از این چیزایی که دارم خدمتتون میگم. خودم خیلی دوست دارم این کار بکنم و بچه هم کمکم میکنن. فرشید جون بی نهایت کمک خواهد کرد، فرشید به همچنین. یک فاندیشنی هم هست، یک خیریه به این نام هست به اسم چی بود بابا؟ Make a Wish Foundation. خیریه ای که برای هم فکر میکنم مفهومش همین باشه، آرزو بچه ها رو برآوردن. ضمناً اسم این هم بسیار ساده است، اسم این فاندیشن یا خیریه اسمش هست با تو، و این یکی از دلمشغولی های بسیار زیباییش که دلم میخواد داشته باشم، و امیدوارم بتونه با کمک شما بتونیم این رو یک خیریه خوب و زیبا درست بکنیم. ابجون یکی دیگر دوستان ام کرمی 213 گفتن اصالتاً شما اهل کدوم شهر ایران هستین؟ حالا شاید تولدتونه میگن یا اون بکراندتونه که اصالت شما برمیگرده، میتونیم دوتاش از هم توضیح بدیم. من اصلا نفهمیدم موضوع چیه. گفتن که اصالتاً اهل کدوم شهر ایران؟ آها، من اصالتاً خودم در تهران به دنیا آمدم، در میدان فوزیه کوچه شهرستانی، ولی پدرم روحشون شاد، پدرم عراقی بودن و مادرم خدا بیامرز ایشونم کرجی بودن. خودم در تهران به دنیا آمدم. سوال بعدی ابیجون که اینجا هست، مهدی آندرلاین 66 زدن ابی عزیز مدتی در اینترنت شایع شده حال شما خوب نیست، خیلی نگران شدم، حقیقت داره؟ اصلا واقعا اصلا حقیقت نداره.
حالم بسیار بسیار خوبه. بعضی وقتا فکر میکنم شاید بعضی عکس ها هست که نشون میده حالا من خوب نیست، ولی حالا بسیار خوبه. میتونم بگم بهتر از این هم نبوده. بعضی سوال ها رو آدم میکنه وسطش گیر میکنه بی جون. من اومدم بخونم بعد دو آخرش حالا میتونم بخونم نزده. ما حالا این سوال یکم عوض میکنیم چون یکم اغراقان هست. طناز 911 زده، چه چیزی باعث شده که نسبت به بقیه خواننده ها یه دیگه اینقدر مهربون باشیم؟ حالا ما اون سوال یکم سانسور کردیم. نه برای مهربان بودن و مهربان بودن آدم سعی و کوششی نباید بکنه. من ذاتاً انسان مهربانی هستم، ذاتاً هستم، و همون جور که خودتون بهتر می‌دونید خیلی از چیزای خیلی چیزا ذاتیه، عواطف انسانی همش با خود انسان یا در خود انسان موجوده. چقدر اون رو به کار بگیری، چقدر استفاده بکنی، اون یک مسئله دیگه است. من ذاتاً آدم مهربانی هستم. شاید بعضی وقتا بعضی از دوستان به من میگن خیلی دیگه مهربانی، که البته من زیاد گوش نمیدم به اون پیشنهاد و سعی میکنم همون جوری که هستم باشم. خب جون، مریم وظیفه گفته بودین که میخواین خواننده جدید پیدا کنید و تربیت کنید، نقشه‌ای دارین در این زمینه؟ الان نیست که راجع به این سوال من یه ذره صحبت کردم. حتما میخونم، ولی نه ما داریم رندوم خیلی سوالا حجم اوکی. نه حتما با کمال میل با کم. یکی از کارهایی که من سرم یه خورده دیگه بیشتر خلوت بشه واقعا اینه، ولی اکثر استعدادهایی که لااقل من دنبالش هستم همه در داخل ایران هستن و محیط ایران هم که خودتون میدونید محیط بسیار بسته است، وگرنه ما الان خواننده‌های بسیار بسیار خوبی در ایران میتونستیم داشته باشیم. سری مسائل، این مسائل حل بشه با کمال میل. من عاشق این کار هستم که تو استودیو بشینم با یک خواننده جوان کار کنی و یک مقداری من بتونم تجربه هایی که دارم در اختیار همچین دوستانی بذارم. بسیار لذت میبرم از اینکه این کارو بخوام بکنم و انشالله به امید خدا انجام میشه. خانم پانتا هنرور ایویجون گفته که آیا به قبرس هم میایین و اینجا کنسرت خواهیم داشت یا نه؟ هنوز نمیدونم، هنوز واقعا نمیدونم. انشالله که به امید خدا پا بده و بیایم اونجا. آقای سولی میوزیک آفیشیال ابیجون گفتن که آیا قبل از اینکه آلبوم بیاد بیرون آیا ترک سینگلی خواهیم داشت یا نه؟ فکر نمی کنم. میخواستیم که یک ترک سینگل داشته باشیم برای این آلبوم، ولی فکر نمی کنم. بدل اینکه خیلی میگم دیگه بین 4 تا 6 هفته دیگه به امید خدا این آلبوم به دست شما خواهد رسید، دیگه برای سینگل داشتنش چندان زیاد عجله ای نداریم. البته یکی از آهنگا دو هفته قبل از آلبوم، یکی از آهنگا آلبوم دو هفته قبل از آلبوم ریلیز خواهد شد. بله ویدیو بله یه دونه از آهنگ ها ویدیوش حاضره که فکر میکنم 2-3 هفته قبل از اینکه آلبوم به دست شما برسه این پخش خواهد شد. ابیجون آقای یاس SM1986 ما این آیدیا رو میگیم که به هر حال دوستان خوشحالم میشن بدونن که سوالشون رو ما مطرح کردیم، پرسیده که صدای کدوم خواننده رو شما بیشتر دوست داریم؟ حالا این خواننده میتونه ایرانی باشه، خواننده خارجی باشه، صدای کدوم خواننده است که واقعا حال میکنید؟ خب من خیلی صدا رو دوست دارم. تو
تو موسیقی موسیقی خارجی و میتونم راحت بگم از زمان مثلا 1973 مثلا من یک گروهی رو دوست داشتم به اسم جنسیس با خواننده آقای پیتر گابریل. اینو از زمان جوانیم دوست داشتم، عاشق گروه دورز بودم، به خوانندگی جیم موریسون، هر روز هم هستم، عاشق سینک هستم و خیلی 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 خانم آرتور فرانکلین، آقای ری چارلز. ولی در خواننده های خودمون همیشه گفتم که من فرهاد رو بسیار صداش رو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم و شادی روحش رو از خداوند طلب میکنم. صدای مارتیک رو دوست دارم و صدای آقای فرامرز اصلانی. این ستا هستن که کاراشون رو بیشتر گوش میدم و میتونم بگم به راحتی که به قول معروف فنشون هستن. ابی جون، خواننده کی بود با هم گوش میدادیم تو ماشین که صداش هم خیلی قشنگ بود، خارجیه؟ من دقیقا یادم گفتیم اسم اون، نه برای من گذاشتیم، معرفی کردیم. پیتر گابریل. بله بله. سوال بعدی ابی جون، آنیتا زرین 83 نوشتن الان که دیگه تور تموم شده آیا دیگه کنسرت نمیخواییم بذاریم؟ ما دلمون براتون تنگ میشه. بله من گفتم که تور تموم شد. منظورم از تورایی بود که خب ظرف 3-4 سال گذشته شاید من پرکارترین خواننده‌ای بودم در بین همکاران بسیار خوبم، ولی دیگه الان به اون صورت دیگه کار نخواهم کرد. من با مثال مثلا برای تابستون من 8 تا 10 تا 12 تا کنسرت داشتم و در عید نوروز یه وقت می‌دیدید که به صورت یک روز در میون باز 10 تا کنسرت داشتم. نه دیگه اون برنامه به اون شدت نخواهد بود. به احتمال زیاد شاید یک دو تا برنامه در تابستون داشته باشم و شاید 2-3 تا برنامه در عید نوروز. تمام این هم به هر حال در نزدیکی وطن هست. من عشق میکنم، ولی وقتی برای بچه هایی که از ایران میان میخونم، این یه عادتیست که نمیتونم ترکش بکنم و تمام کنسرت هایی که بخوام انشالله اگر بخوایم کنسرتی بذاریم همین در تابستون هست و در عید نوروز، جایی که بتونن هموطنان هم بیان. ابی جون، لادن گفتن که ابی جان باز هم با گوگوش میخونی؟ والا باز نمیدونم. این همکاری ها بایستی در یک فرصت مناسبی پیش بیاد. بله اگر که فرصتی باشه با کمال میل. من با همه همکارانم دوست دارم بخونم. این کارو دوست دارم و فکر میکنم کار زیبایی است. همچنان که در موسیقی اروپایی امریکایی ما میبینیم که خیلی به اتفاق با هم دیگه کار میکنن، آلبوم میدن بیرون، سینگل میدن بیرون، کار میکنن. یک شاید یک رفاقت و یک دوستی دیگری بین هنرمندان خارجی هست. امیدوارم که ما همه اون بتونیم یک روزی به این نوع دوستی و این نوع همکاری برسیم به امید خدا. ولی من با کمال میل حاضرم با ایشون بخونم، چرا که نه. ابی جون، آقای علی مالک گفتن که فکر نمی کنین یه آهنگ سیاسی بتونه مردم رو سر عقل بیاره؟ والا فکر می کنم خیلی چیزای دیگه هست که باید مردم رو سر عقل بیاره.
یک آهنگ سیاسی البته میتونه کمک و مؤثری باشه، نمیدونم تا چه حد، ولی سر عقل اومده اومدن مردم نمیدونم، بیشتر بستگی به خودشون داره و اوضاعی که در دور و برشون هست. ببینید این سوال خیلی داشتیم، ولی خانم میس بهار گفتن که من خانم میس بهار گفتن منو دوست داریم، اینم عکسشون اگه میخواییم ببینیم. البته عکس زیاد معلوم آره، فقط بله بله من خواهم کامنت ها رو بهتون نشون بدم. بله بله. خب سوال بعدی ابی جون این هستش که خانم شیما 600 گفتن، شما اصلا اینستاگرامتون رو چک میکنی؟ اتفاقا ابی جون الان که این سوال خیلی شایعات پیچیده که شما اینستاگرامتون دست خودتون نیست. اتفاقا سوال اگه دست من نیست و دست کی میخواد باشه؟ اینستاگرام نیست که متعلق به منه. من یه توضیح کوچیک بدم. بله یه سری کارها در اینستاگرام اینها بالاخره از زیر نظر من میگذره. من باب مثال برنامه هایی هست که قرار اعلام بشه، عکسش هست، هر کدوم از اینا در جاهای مختلفه که عکس که عکس رو در اختیار داره، یکی صدا قرار رو روی این تبلیغات بذاره، یکی موسیقی قرار رو بذاره. خب این کار رو از من بر نمیاد و فرصتش هم نیست، ولی در آخر روز این دست من میرسه و من میگم بسیار خوبه یا خوب نیست یا عوضش کنیم. اون کار دست من نیست، کار مشکلی هم هست، ولی از این که من بخوام در اینستاگرام اولا اکثر کامنت ها رو من شبا موقعی که اخبارم رو نگاه میکنم اکثرا تا اون زمانی که بتونم همه رو میخونم و مطالبی که شما میبینید همه رو در واقع خودم بنویسم، یا اگر هم بعضی وقتا برام مشکل باشه کمک میگیرم، هیچ ناراحتم از این قضیه نیستم، ولی در کل قضیه اینستاگرام چیزیست که متعلق به منه و من باید بهش قاعدتا برسم و میرسم و مطمئن باشید خیلی بیشتر از این که فکر میکنید من این اینستاگرام رو کاملا در اختیار خودم دارم، کاملا. ابی جون دوستمون پرسیدن اسمشون از آکو شهابی، آیا امکان داره که با داریوش دوباره کنسرت داشته باشیم و بخونیم؟ اون هم امکانش زیاد دور نیست، اون هم دور نیست، امیدوارم همچین اتفاقی بیفته. یکی دیگه از دوستان یکم آیدیشون سخته، به نام ایمان منصور، من سوالشون رو عرض میخوام گم کردم، سوال خیلی سریع رد میشه. سوال پرسیده بودن که اگه بیان ایران دوست دارین اول اینجا کجا کنسرت داشته باشین؟ والا سالیان سال سالها پیش بود که من دلم میخواست که اوضاع ایران به سمتی بره که بشه کنسرت گذاشت. سالها به این قضیه فکر میکردم، ولی این یک دو سال گذشته واقعا کنسرت گذاشتن در ایران برای من شاید حائز دوم یا سوم اهمیت باشه. من اولا امیدوارم که مملکت من روزی آزادی رو لمس بکنه و بعد آمدن به وطنم بعد از 40 و چند سال فکر میکنم خیلی کار هست باید انجام داد، خیلی جاها هست که باید دید و کنسرت همونجوری گفتم میافته توی
مسئله دوم یا سوم حائز اهمیت. حالا برسیم انشالله به ایران به امید خدا جاشو پیدا میکنیم. ببینید ببخشید ما یه دقیقه کندراز اجاست بکنیم. بفرمایید. معذرت میخوایم. خواهش میکنم. پایش یکم کج شده بود. ابی جون دوستمون حمید حمید آندرلاین صفر 786 گفتن یعنی بعد از آلبوم جدیدی که گفتین آلبوم دیگه در کار نیست؟ نمیدونم شاید باشه شاید نباشه. چیزی که الان راجبش تصمیم گرفته باشم نه، این آلبوم بیاد بیرون بعد راجب بعدی. البته رو خیلی پروژه ها داریم کار میکنیم، یعنی از لازه سینگل شدید آلبوم نمیشید، ولی الان مثلا هم آلبوم تموم شده آلوری داریم استودیو داریم میزنیم. بله به هر حال میگم که پروژه های خیلی زیادی هست الان، بعدش ممکنه ما بتونیم سینگل های هم داشته باشیم بیرون. ببینیم دوست یکی دیگه از بیننده به نام W underline احد underline میگن بهترین آلبوم خودتون از نظر خودتون کدومه؟ بفرمایید. این سوال مشکلی است، برای اینکه والا خیلی رو راست باشم، حالا تاپ 3 رو بگیم، از یک دو سه تا رو بگیم. خب میتونه ستاره های سوربی باشه، میتونه الان اسمای آلبوم اصلا یادم رفته. آهنگ رو بگیم کمکتون کنیم. آهنگش کدومه؟ شب نیلوفری طلوع کن، ستاره های سوربی هم گفتم، و حس تنهایی جان جوانی. میتونم بعد بگم جان جوانی، حس تنهایی، ستاره های سوربی، عطرتو. این آلبوم ها هر کدوم برای اینا، برای من هر کدوم از حال هوای به خصوصی برخوردار هستن، و در موقعی که اینا اجرا شدم حال هوای به خصوصی بوده برای اجرای اینا. رو این حساب مشکلی که آدم بخواد انتخاب بکنه که کدوم یکی رو بیشتر دوست داره. ابی جون یکی دیگه از دوستان سلام. ایوا ای قربون شما بای و خواستم فقط باهاتون سلام علیک کنم. مرسی قربونه برم، دست شما درد نکنه. ببینید تو شما چایتون هم می‌ذاریم، ما هم سالا رو نگاه بکنیم. یه نفر دیگه به نام مهیا گلستانی گفتم تو کشورهای نزدیک ایران دیگه برنامه نمیذاریم. گفتم در همین چند 7-8 دقیقه پیش گفتم به احتمال خیلی زیاد، هنوز معلوم نیست، اگر که معلوم بشه خب تاریخش رو دوستان اعلام میکنن. تعداد کنسرت ها بسیار کم خواهد شد. اگر کنسرت های هم باشه، همین گفتم در تابستان یکی دوتا کنسرتی باشه در کشورهای دورور وطن، و در عید نوروز هم دو سه تا کنسرت باشه در اون حوالی. چرا؟ انشالله که فرصت بشه حتما این کار خواهیم کرد. ابی جون بد نیست از دوستان بپرسیم یکم سوال های سخت‌تر از شما بکنم. بد نیست سوال های کنکوری. نظرتون بپرسیم چیز خواهش بگیم؟ نه، یه پرسیده بودن که اسم آلبوم چیست؟ آخرین مرحله که شما
در آلبوم در نظر میگیرید پیدا کردن اسم آلبوم، برای که آهنگ ها همه تموم شده، آهنگ ها رو به هر حال باید در کنار هم چید و چگونه چید این آهنگ ها رو، چیدمان آهنگ ها اونم خیلی مهمه. بر در اون زمان است که دیگه اسم آلبوم مشخص میشه و میره برای چاپ و باقی مسئله. به محض اینکه اسم آلبوم مشخص بشه حتما در اختیار شما خواهیم گذاشت. خانم آرزو باهری 58-13 فقط نوشته نره. آخ جان، آخ جانم به خدا، این جوجه، من اسمش رو گذاشتم جوجه. چقدر برای من شادمانی آورد این پسر، چقدر هر چقدر بخوام تعریف کنم باز کمه، ولی امیدوارم که دیگه در چند سال آینده تعدادشون به دو سه تا برسه. هر چقدر تعداد اینا بیشتر بشه فکر میکنم عمر بنده هم طولانی تر میشه انشالله. نبی جون، مهدی 19 MZ گفتن از این که ایرانی هستی راضی هستی؟ بسیار، بی نهایت بی نهایت. سوال گفتیم سوال سخت، ولی اسمش کیهان H65 نه. ابی جون، مهشید جان بیشتر دوست داری یا خوانندگی؟ اینم سوال سخت، بفرمایید. این دوتا اصلا به هم دیگه وابسته هستن، وابسته هستن. من خیلی از کارهای عاطفیم رو برای مهشید خوندم و برای مهشید میخونم، برابر این اینها در همدیگه عجین هستند و نمیشه گفت کدوم رو بیشتر دوست داری. هر دو رو بی نهایت دوست دارم، بی نهایت. ابی جون، لئو بهزاد گفتن کجا اطلاع رسانی میکنید زمان کنسرت های آینده تون؟ کجا؟ کجا اطلاع رسانی میکنید زمان کنسرت های آینده رو؟ فکر میکنم یکی از همین اینستاگرام باید باشه، فکر میکنم معمولا این کار رو میکنیم، درسته؟ حالا سایتتون هم هست که همیشه اسکجول ها؟ بله، سایت هم هست، بله، همه هست، ebihamedi.com. بله. یه سوال اینجا نوشتن، یه جون اصلا سوالم خودش سخته، من میخونم اگه شما متوجه شدیم این سوال جواب بدیم. بدیم؟ بفرمایید. اچ نبویان زدن اگر آقای ابی میتونست دوباره دوتا انتخاب داشته باشه بین جوان شدن دوباره و نداشتن صدا یا موندن در این سنی که شد، سه تا انتخاب، حالا دوتا گذشت، با کدوم، با صدا کدوم رو انتخاب میکرد؟ یعنی جوان شدن دوباره و نداشتن صدا یا موندن در این سن. بله، جوان شد بیشتر اصلا دنیا رو فهمیدم، بیشتر جهان رو فهمیدم، بیشتر خودم رو شناختم. اون به کنار، بعدی چی بود؟ جوان شدن و یا اینکه در این سن موندن ولی با صدا، صداتون باقی بمونه؟ در این سن موندن با صدا که ایدئاله، برای من ایدئاله که در این سن باشم و بخونم. منظورشون این بوده که میخوای جوون، آرزو داری جوون بشی ولی صدا نداشته باشی، یا ترجیح میدی همین سن باشی و صدا داشته باشی؟ یعنی صدا رو چقدر ارزش خوندن؟ آف کورس خوندن هم من رو با خیلی چیزا آشنا کرد، با عواطف درون خودم خیلی آشنا کرد. ولی سوال بسیار خوبی بود. بله، دوست داشتم، دوست دارم صدا داشته باشم در این سن. دلم نمیخواد جوان میبودم و صدا نمیداشتم، درست گفتم؟ خیلی سخت بود یکم. ابیجون، حالا ابیجون، یکی از به نام فرهاد عاملی پرسیدن حضرت ابی تا حالا شعر گفتید؟ یعنی فکر کنم شاید
کلن شعری که خودتونم خونده باشین بیشتر من نه 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 هیچ علاقه هم نداشتیم مثلا علاقه نیست مثلا اینکه نیست در من ممکنه بشینه به سری کلام بغل هم بچینم و مثل خیلی از چیزایی که جدیده هم میشنویم میتونیم بگیم بچه ها نشستن یه سری کلام بغل هم چسبوندن یک قافیه هم درست کردن و اسمش شده شعر یا ترانه. نه به نظر من هیچ وقت همچین کاری نکردم و اصلا فکر نمی کنم چیزش هم داشته باشم اون حسی که باید برای ترانه سرایی داشته باشم رو اصلا داشته باشم. افشین خودمون سلام میرسونه. افشین جان قربونت عزیزم انشالله که حالتون خوب باشه. من اینجا رو خیلی سلام برسونی. نه افشین اینجا رو دارم دیگه. افشین پرودوسر که آهنگه. افشین جان افشین رو زیاد داریم بابا. افشین جان ایوی جون امین حاج گذار گفتن نظرتون درباره هواداران دهه 80 تون چیه؟ هر وقت در هوادارای دهه 80 ایرونی 1380 به بعد من هیچ وقت شنونده هایی که به من لطف داشتن رو در سالهاشون چیز طبقه بندی نمی کنم. من از زمانی که البته از سالهای منظورشون از سال 80 نمیدونم سالهای 1380 هست 1380 به بعد من همه رو واقعا زیاد نمیتونم تغییری چیزی داشته باشم فرقی بتونم پیدا بکنم بین دوستان 80 یا قبل از 80 زیاد فرقی نمیتونم پیدا بکنم. ایوی جون یه سوال کردن دوستمون مهیار چرا پوستشی سوگلی آهنگای شماست؟ پوستشی رو من اون هم فکر میکنم 44 44 معمولا تو برنامه ها این رو میگم ولی ببینید پوستشی 44 45 سال 5 سال پیش خوانده شد و زمانی که موسیقی متن فیلمی بود به اسم زبی شاید اگر فیلم رو دیده باشید نه زبی محشید زمالا چه فیلم بود زبی خود فیلم زبی بله زبی فیلم زبی این های زمان نه این های زمانی که زمانی که به بازار اومد هیچ نوع چیزی نداشت هیچ نوع یعنی خیلی کم شنیدن و این ظرف این های ظرف 44 45 سال جای خودش رو پیدا کرد. یکی از دلایلش اینه یکی دیگه دلایلش روان بودن ملودی یک ملودی بسیار بسیار ساده از کارهای زیبای زنده یاد واروژان و یک ترانه ساده و قشنگ که این دوتا سادگی با هم دیگه یک تلفیقی درست کردن که این آهنگ در طول زمان شنوندهای خودش رو پیدا کرد. یعنی الان من بعضی از جوانها رو میبینم که 17 سال 18 سال 19 سال که اصلا وجود نداشتن این آهنگ رو الان میان تو کنسرت ها و به اتفاق با هم میخونیم. نمیدونم تا چقدر موفق شدم بگم که چقدر چرا سوگلی آهنگای من هست.
بریم سال بعدی بیجون. بفرمایید. سوالا ماشاءالله زیاده، بعضی از دوستانم خب از وسط این لایو به ما ملحق شدن، ولی یه سوالی که خیلی داره تکرار میشه این وسط که من الان به دفعات دارم میخونم، بعضی دوستان فکر کنم اول نبودن، این است که زدن آقای وفا آندرلاین ای بی بی، باز هم کنسرت میذاریم یا با تور 50 تموم شدن؟ میدونم سوال جواب دادیم یه بار، ولی خیلی دارن اینو دوباره میپرسن. بله بله، باز هم زیاد هنوز نمیدونم، ولی به احتمال خیلی زیاد در تابستون یکی دو تا کنسرت خواهیم داشت به احتمال خیلی زیاد، و در عید نوروز هم دو سه تا کنسرت، ولی تعدادش بسیار کمتر از تور 50 خواهد بود. اصولا کنسرت هایی که خواهیم گذاشت نسبت به تور سال 50 بسیار کمتر خواهد. بتونید توضیح بدید که خیلی قرار وابسته باشه با پروژه خیریه آینده جان؟ این قصدتون که برنامه آیندهتون قراره با همکاری باشه با کار خیریتون، اینا قرار بس باشن، میتونید توضیح بدید به مردم که ببینن؟ بله ببینید، همونجوری که گفتم در اول صحبت، هم خیلی دلم میخواد یک خیریه ای داشته باشیم تحت عنوان با تو. این غیر انتفاعی هست و ممکنه خیلی از کنسرت ها رو برای این خیریه یا فاندیشن به خاطر این قضیه تعداد کنسرت ها رو یک مقداری اونم به این زودی نه اضافه بکنیم که بتونیم یه مقداری از درآمد کنسرت رو در اختیار این بنگاه خیریه بذاریم و یک مقداری هم کمک شما رو داشته باشیم. ولی در حال حاضر برای کنسرت ها به احتمال خیلی زیاد هنوز روشن نیست، روشن بشه تاریخش رو اعلام خواهیم کرد. یکی دو تا کنسرت در تابستون خواهیم داشت، دو سه تا کنسرت هم در عید نوروز. ابیجون سوال بعدی، غزل مجید گفتن که دلتون برای کجای تهران تنگ شده؟ آدرس دقیق برای محله باغ سبا نمیدونم. ابیجون یه سوال دیگه که چند تا از دوستان به شکل‌های مختلف کردن و یکیشون سهیل پاشایی بوده، گفتن که در حال حاضر بهترین خواننده ایران کی، یا بیشتر صدای کی داخل خواننده ایرانی در حال حاضر دوست داریم؟ آها، دوست عزیزی که صداش دوست دارم، هم میتونه به نظر من هم میتونه خواننده پاپ بسیار خوبی باشه، هم خواننده سنتی و سنتی خوبی باشه. آقای زند وکیل رو من صداش رو بسیار میپسندم و ایشون فکر میکنم موزیسیان بسیار خوبی هم هستن و این رو هم میدونم که محبوبیتشون شاید به خیلی از خواننده ها نرسه، ولی از نظر من ایشون یکی از خواننده های بسیار بسیار خوب ما هست. کارهاش رو فرشیزان کارهاش رو چی بود؟ بله، از حال من خبر نداری، یا آهنگ معروفشه از حال من خبر نداری، حالا تایتلشو دیگه دقیق نمیدونم. به هر حال من چند بار صدای این دوست عزیز رو، ما آدمای شهر غریبی، شهر حسودی، شهر حسود یکی از کارهایش که من بسیار دوست دارم، فراز و نشیب صدایشون رو هم بسیار دوست میدارم. الان هم حضور ذهن چنان ندارم که بخوام کسی دیگری رو
چون اشکال قضیه اینه که مجبوریم صبح زود این کار رو انجام بدیم که با زمان بچه های ایران جور در بیاد. صبح زود هم برای شما زمان زیاد جالبی. مرشید جونم گفتم واقعا معمولاً یکی دو ساعت از خواب بعد بلند شید تا یک حضور ذهن داشته باشیم. ما باید که بتونیم این صحبت رو داشته باشیم که به وقت ایران بتونیم در کنار شما باشیم، مجبور شدیم زودتر بیدار شیم. خب من طبق روال سالیان سال شبها دیر میخوابم. دیشب هم دیر خوابیدم و ذره زود بیدار شدم تا حضور ذهن پیدا بکنم. فکر میکنم دیگه این مصاحبه تموم شده. در اینجا پشت دقیقه نمونده. بیجون بعضی از دوستان میپرسن که چرا بعضی از دوستان بلاک میشن توی اینستاگرامتون. ببینید این دستگاه های اطلاع رسانی واقعا بعضی وقتا خیلی دارم نمیخواد این حرفیم، بعضی وقتا زشت میشه. بعضی وقتا بعضی از دوستان خیلی میان در مسائل خصوصی زندگی شما. من فکر نمی کنم بسیار کار، یعنی به نظر من بسیار کار بدی است. و این زندگی خصوصی شما رو قبل از اینکه اصلا بدونن نظر پراکنی میکنن راجبش. اصلا یک تبلیغات بی‌تربیتانه میکنن، صحبت‌های بی‌ادبی میکنن و کار دیگه هم که نمیشه که از دیگه بلاک بشن. مهمترین قضیهش واقعا دخالت در امور زندگی اصلا داخلی شماست. دخالت میکنن، خود شما دوستان خودتون فکر میکنم بیشتر از من بدونید که اینها به چه دلیلی بلاک میشن. ابی جون یکی از دوستان گفتن که یعنی واقعا ببخشید عصبانی شدم راجع به این قضیه. یکم جای بنویسید تا ما یه سوال خوب پیدا بکنیم. یکی از دوستان گفتن کارهاتون با عبدی جان رو بگید. با آقای عبدی، من فکر کنم عبدی یمینی منظورشون بوده. من ملودی از عبدی جان نخوندم متاسفانه، ولی تنظیم بعدی از چقدر متاسف شده برای اینکه این مرد این گونه پرپر زد از میان ما رفت. ولی عبدی چند تا از کارهای من رو تنظیم کرده، ولی من هیچ وقت ملودی که ساخته عبدی باشه رو متاسفانه نخوندم. ابی جون بالا که دیگه اکثرا سوالا دیگه داره تکراری میشه. آره میفهمین از دوستان خداحافظی کنید تا دفعه بعد. آره؟ ما دیگه سوال الان سوالا خیلی تکراری هم البته. خیلی خوب، امیدوارم که شانس دیدارتون داشته باشم احتمالاً در این تابستون و احتمالاً در عید نوروز. به خدای بزرگ میسپارمتون. سعی میکنیم دفعه بعد یه مقداری وقت رو چیز کنیم بتونیم بیشتر در کنارم باشیم و قشنگتر به قول معروف یپ بزنیم. به خدای بزرگ میسپارم اتون. خدا نگهدار.